ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی. با درود و صلوات به پیشگاه خاتم پیامبران و سید رسولان و خاندان پاک و طاهرشان و عرض سلام و تقدیم ارادت خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری. بسیار خرسند هستیم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری به طور زنده با شما خوبان همراه و همسخن هستیم. امیدواریم هر جایی که هستید جانتان جور باشه، تنتان سالم باشه و حال دلتان خوش باشه. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم در سلسله مباحث اخلاق تعلیم و تربیت. سلام علیکم جناب دکتر توکلی، بزرگوار، شبتان خوش. بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای حیدری و خدمت همه بینندگان گرامی، خواهران و برادران عزیز و همه فارسی زبانهای گرامی در اقصا نقاط عالم، سلام و عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم و امیدوارم که برنامه خوب و مفید و مثمر ثمری داشته باشیم انشاءالله. شما در زندگی خودتان، در بین اطرافیان خودتان کسایی را سراغ دارین که هر چیزی که میشنوه میگه چشم صحیحه، تو درست میگی؟ یک حرف مخالف گفته اول وقتی که میشنوه بازم میگه بله او هم درست است و هر نظر و هر دیدگاهی که بیایه با آغوش باز استقبال میکنه و میگه همی خوب است. یا در برابرش کسای دیگری ممکن دیده باشین که هر چی که از دیگرها بشنوه به شدت مخالفت میکنه، میگه نه، حرف فقط حرفی، ما و تو درست نمیگی. به صورت مطلق میایه نظرات دیگرها را رد میکنه و تن به هیچ منطق و استدلالی نمیده. راه میانش چی هست؟ راه میانش موضوع بحث امشب ماست و او ای است تفکر سازنده و خلاق یا تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت و رشد تفکر سازنده یا تفکر خلاق و تفکر انتقادی هست. خب این راه میانه را که میشه مهارت گفت، میشه یک سری توانایی‌هایی گفت که ما باید به دست بیاریم، امشب بحث میکنیم که در تعلیم و تربیت و فرایند آموزش و پرورش باید چی قدم‌های برداشته شود، چی استانداردهایی باید لحاظ شود و چی ویژگی‌هایی در این فرایند محقق شود تا اینکه محصول او که همین محصلین، دانش آموزا، دانشجویا هست، اینها دارای چنین تفکری شود، نه به صورت کاملا منفعل باشه و نه هم به صورت کاملا مخالف و گارد بگیره و هیچ نوع دیدگاهی مخالفی را نپذیره. در خدمت کارشناس محترم هستیم، امشب این بحث شروع میکنیم، امیدواریم که به نتایج خوبی هم برسیم. جناب دکتر توکلی بزرگوار، تفکر سازنده یا تفکر خلاق یا تفکر انتقادی اصولا چی هست؟ بله، اگر بپذیریم که عنصر اصلی انسان و فصل ممیز انسان با بقیه موجودات مخصوصا با حیوانات و جمادات داشتن قدرت تفکر و اندیشیدن و حل مسئله هست، بله، و این که انسان موجود تحلیلگر، پرسشگر و سنجشگری است که میتواند سره را از ناسره تشخیص بدهد و در واقع پردازشگری بکنه، اگر قبول بکنیم که مهمترین عنصر حیاتی انسان ای هست، بنابراین باید دنبال این باشیم که اصلا ببینیم تفکر چی هست و تفکر خلاق چی هست، تفکری که ما را راهنمایی میکنه و رهنمود میکند به سمت حل مسئله، حل مشکل چی هست. ما بر این که مطالب بسیار زیاد هست، تو وقت بسیار اندکه، سریع وارد بحث میشم و
کوتاه و فهرستوار چند تا از به اصطلاح نشانه های تفکر خلاق عرض میکنم. بله، تفکر خلاق، کسی که داره تفکر خلاق هست، اولا ذهنی پرسشگر، تیزبین و سنجشگر داره. هر چیزی به مجرد این که گفته می شود یا اکثر مردم به او اعتقاد دارن نمی پذیره. ببینید قرآن میگه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. پیغمبر، هم خودت این گونه باش و هم به مؤمنین توصیه کن که چیزی که یقین ندارن نپذیرن، قبول نکنن، صرف ظن و گمان. بله، دقیقاً یک چیز را قبول نکن. بله، به صرف داشتن گمان، احتمال، بله، شک، چیزی را نپذیرن جز معتقدات خودشون نداشته باشن. زیرا ان السمع والبصر والفؤاد، چشم و گوش و قلب انسان، قوه فاهمه انسان، اون ابزار شناخت انسان که ابزار شناخت هست در دنیا و آخرت، از اون سوال میشه. پیغمبر فرمود کفا بالمرء کذبا ان ینقل کل ما سمعه، در دروغگو بودن یک شخص همین کافی است که هر چیزی که میشنوه بدون تحقیق، بدون بررسی، بدون تحلیل، بدون اینکه بدون راست و دروغشه تشخیص بده، نقل میکنه. بله، این علامت دروغگو بودن. علامت این است که این شخص شخص منفعل است. خصوصیت دوم این است که کسی که دارای تفکر انتقادی است دارای توانایی ارزیابی دلایل، دلایل میتونه تشخیص بده، ارزیابی بکنه، تحلیل بکنه، نقاط قوت ضعف اونها رو بفهمه. بله. خصوصیت سوم اینه که شخصی که تفکر خلاق داره میتونه پیش فرضهای افراد کشف کنه. یعنی ببینید اکثر آدما بر اساس یک پیش فرضها و ذهنیات قبلی یا مثبت یا منفی با مسائل مواجه میشن. بله. و علت این که در تله ناآگاهی و توهم دانایی هم میفتن همینه. نسبت به یک مسئله ای با احساسات، با عواطف، با در واقع قضاوت های مثبت و منفی وارد میشن، با یک پیش فرض، به تعبیر دیگه با عینک سیاه و سفید. شما اگر عینک زرد بزنید همه چیز زرد میبینید، سرخ باشه سرخ، خاکستری خاکستری. تفکر خلاق نگاه کردن به حقایق اشیا هست بدون عینک، بدون پیش داوری و قضاوت های پیشین. بله، در واقع کسی که این توانایی داشته باشه وقتی که یک عقیده یا یک فکر از طرف میشنوه، حالا هر چیزی باشه، میره یک مقدار پس زمینه های او را ارزیابی بله، میکنه بله، که چقدر تمایلاتش، چقدر بله، مثلا این عواطفش در این احساساتش داره تا عقلش. بله، چون ما تحت تاثیر احساسات و عواطف هستیم. بله، بیشتر تا عقلانیت، و مهمترین مشکل ما هم همین. بسیار از ما تحت تاثیر رسانه ها، تحت تاثیر افکار عمومی و تقلیدهای کورکورانه هستیم. بسیاری از ما تحت تاثیر سنت های غلطی هستیم که از پیشینیان به ما رسیده و اونها به نوعی غیر قابل نقد میدونیم، در حالی که اصلا بله، نه مبنای دینی داره و نه مبنای عقلانی، یک درست، سنت قومی قبیله‌ای بوده. درست. بسیاری از ما تحت تأثیر غضب و شهوت و در واقع میل‌ها و به اصطلاح هیجانات مثبت و منفی هستیم. درست. حالا داشتین ویژگی‌های تفکر انتقادی بله، را بله، مشمردید. تفکر انتقادی ببینید در یک چشم‌انداز تمایل به بررسی فکورانه پدیده هاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هر پدیده ای با قدرت فکر، با اندیشه، با تحلیل، بله، با بررسی های منطقی و عقل پسند و خرد پذیر تحلیل بکنیم و بتونیم ما تحت تأثیر او پدیده قرار نگیریم. به اصطلاح از منظر دانای کل به اونها نگاه کنیم، از یک منظر بالاتر. غبارها و در واقع خاک ریزه ها جلوی چشم ما نگیره. درست. ما در واقع به اون تعبیر اندیشمندان فرمود نحن ابناء الدلیل حیث ما مال نمیل. به قول مولانا میگه که آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیل آید از وی رومتا. باید دلائل ما آفتاب گونه باشد، این روشنگر باشه، روشنگر باشه. کسی که تفکر انتقادی داره دانش روش های بررسی منطقی و استدلال داره، یک دانشی دارد.
دارای یک منطق محکم و قوی هست که میتونه به صورت بسیار منطقی و قوی از خطاهای شناختی بری باشه. چون ما دچار خطاهای شناختی میشیم که در جلسه بعد توی زمینه بحث خواهیم کرد. بله. و نکته بعدی این است که مهارت داره در بکارگیری این روش ها. یعنی اولا دانش روش های استدلال بلده و بعد میتونه این توانایی داره که از این روش ها استفاده بکنه در بله. تحلیل ها و بررسی های خودش. من لازم اینجا اشاره بکنم به اون حدیث معروفی که امام علی علیه السلام به کمیل میفرماید که الناس و ثلاثه فعالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همه جور رعا. مختصر بفرمایید بله. که اتباع و کل نائق چشم یمیلون مع کل ریح لم یستزیعوا بنور العلم. میگه انسان ها بر سه گونن، یک آدم ها هستن که در طریق کسب حقیقتن، کسب علمن، یک عده به اون حقیقت رسیدن که عالم ربانی هستن، از علم الهی برخوردارن بله. که ائمه و اولیا هستن، و گروه دیگه آدمایی هستن که در حزب باد حرکت میکنن، اتباع و کل نائق، از هر جا صدایی میاد اینا زیر او صدا به همون سمت میرن. چون این توانایی هست. چرا؟ چون لم یستزیعوا بنور العلم، چون از اندیشه، از علم، از قدرت تفکر خالی هستن. و لم یلجعوا الی رکن وثیق، به یک پایگاه محکم، به یک عروة الوثقی در واقع تکیه نکردن. بسیار سپاسگزار هستم. دعوت میکنم شما بینندگان عزیز و گرامی را به دیدن میان برنامه کوتاه. سلام مجدد خدمت شما همراهان عزیز و گرامی. بله، مخصوصا شما عزیزانی که تازه به جمع پیوستید، شما برنامه بیننده برنامه زنده به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستید. موضوع بحث ما هم تعلیم و تربیت و رشد تفکر سازنده و خلاق هست. اجازه بدین برگردیم ادامه بحث خدمت کارشناس محترم. خب ویژگی های تفکر خلاق و سازنده را برای ما و بینندگان عزیز برشمردید. خب چی ارتباط پیدا میکنه این بحث با تعلیم و تربیت و سیستم آموزش و پرورش ما؟ بله، من لازم قبل از اینکه به سوال حضرت علی پاسخ بگم یک مقدمه کوتاه عرض کنم، بعد برسیم به پاسخ سوال شما. ببینید، ما اگر عصر و زمانه خور بشناسیم، زمانه که در روز زندگی میکنیم، چون پیغمبر فرمود که ادبو اولادکم به زمانهم فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، فرزندان خود مطابق با زمان تربیت کنید، چون زمان اونها با زمان شما متفاوت. یعنی عنصر زمان بسیار خیلی مهم، خیلی هست. مهمه، بله، و تعیین کننده. بله، زمان باعث میشه که نوع نگاه ما به پدیده ها عوض بشه، احساسات و عواطف و تمایلات ما تحت تأثیر تغییرات زمان قرار میگیره و بله. بسیاری از مسائل دیگه. و باز حضرت علی علیه السلام فرمود که العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، کسی که زمان خود بشناسه تحت تأثیر فتنه ها و اشتباهات و شبهات قرار نمیگیره. خیلی کوتاه اگر بخوایم زمان کنونی به اصطلاح یک تعریفی ازش داشته باشیم، خواهیم گفت که عصر کنونی عصر اطلاعات و عصر رسانه است، عصر مدیا هست. یعنی عصری است که در جیب هر کدوم از ما مدیاها و رسانه های مختلف وجود داره. بره. و ما تحت تأثیر تبلیغات رسانه ها و هجوم در واقع بنیان برافکن اطلاعات هستیم، طوری که در مقابل اطلاعات خود موجود ضعیفی میپنداریم. بله، و اکثرا منفعلانه برخورد میکنیم و اصلا فعالانه برخورد نمیکنیم. عصر کنونی عصر حکومت رسانه ها بر افکار عمومی است. یعنی رسانه ها هر جور که میخوان عقل ما، اراده ما، تمایلات ما، باورهای ما تغییر میدن و حتی در نان خوردن صبح و چاشت و شب ما هم
تأثیر دارن در نوع لباس پوشیدن ما، در نگاه ما، حتی در نوع تربیت فرزند ما، در آرزوها و آرمانها و جهانبینی های ما کاملا تأثیر دارن. عصر کنونی عصر پیچیدگی تحولات اجتماعی است. دنیا امروز دنیای بسیار پیچیده و دقیقی است، مخصوصا اگر کسی در شهرهای بزرگ زندگی بکنه کاملا متفاوت است با 50 یا 60 سال قبل. بله. یعنی باید بسیار دقیق باشه، بسیار اهل برنامه باشه. دنیا امروز دنیای سرعته. اگر شما 5 دقیقه صبح از خانه دیر بیرون بشید، 5 دقیقه به همه کارها خود دیر میرسین و به همین ترتیب در واقع فکر و اندیشه و عواطف شما هم تحت تاثیر او تأخیر صبح قرار میگیره که همونجور که پیغمبر فرمود فی التأخیر آفاتون. عصر کنونی عصر ظهور مکاتب مختلف و اسمهای مختلفه. ما مثل یک کسی هستیم که اونقدر کتابا رو در اطراف خود جمع کرده بود تا سقف کتابا رو چینده بود و خودش در زیر این کتابها نشسته بود و روزی کتابها از بالا فرو ریخت بر او و ای در واقع کتابها و مجلات و اطلاعات باعث مرگ او شد. یعنی ما به جای اینکه سوار بر اطلاعات باشیم، منفعل تحت تاثیر اطلاعات هستیم، نقش فعالانه نداریم و نقش منفعلانه داریم. در یک چنین فضایی ببینید، در جامعه‌ای که تفکر نقادانه حاکم نباشه، در چنین جامعه‌ای به تدریج سکه های تقلبی جای سکه های اصلیت میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقا حالت اصحاب کهف پیدا میکنیم. گفت باز هم 100 سال دیگر میتوان تمدید کرد اعتبار سکه های عهد دقیانوس را. اگر ما دقیانوسی زندگی بکنیم و از تحولات عصر خود غافل باشیم، در واقع حتی نمیتونیم فرزندان خود درست تربیت بکنیم و ارتباط خوب با آنها داشته باشیم. در چنین شرایطی نسل حاضر ما باید این خصوصیات داشته باشه. اولا باید دارای قدرت تحلیل و نقد اطلاعات باشه، چون بخواد نخواد تحت تاثیر اطلاعات فراوان، انبوهی از اطلاعات مواجه هستن. تلویزیون، فضای مجازی، مدرسه، محیط بازار، جامعه، همه جا در واقع هجوم میارن اطلاعات به ما. دوم، نسل حاضر ما باید دارای قدرت قضاوت صحیح اطلاعات باشه. قضاوت فرق میکنه با تحلیل و نقد. تحلیل و نقد اینه که شما نقاط قوت و ضعف بررسی میکنید. در قضاوت اینجا میتونید صحت و سقم، بطلان و صحت در واقع اطلاعات تحلیل و بررسی بکنید. نسل کنونی باید نسلی باشد که دائما باید در حال یادگیری باشه، چون عرض کردم دنیا امروز دنیای سرعت و دنیای اطلاعات هست. ما اگر غفلت کنیم از یادگیری، عقب میمونیم از تحولات زمان و متاسفانه وقتی که عقب موندیم دوچار یک ارتجاع، یک عقب ماندگی، یک در واقع تأخر فرهنگی میشیم که این باعث میشه که نتونیم تحلیل درستی داشته باشیم. و نکته مهمتر این است که نسل حاضر ما بیش از آن که به فکر جمع‌آوری و ذخیره کردن و انبار اطلاعات باشه، باید اهل تفکر و اهل تولید علم باشه. و تولید علم بدون داشتن تفکر خلاق و انتقادی و نقادانه ممکن نیست. تفکر انتقادی که ما میگیم، منظور از انتقاد اینجا عیب‌جویی نیست، بلکه همون معنای علمی قضیه است. یعنی در واقع ببینید، یک خیاط وقتی یک لباس رو بررسی میکنه، نقاط قوت و ضعف او دقیق میفهمه. یک مغازه‌دار، یک دکاندار، یک تاجر، ما هم باید یک چنین نگاهی به مسائل داشته باشیم. به اندیشه ها اگر چنین هست، باید دشمنان تفکر خلاق بشناسیم. باید ببینیم که در این راه چه چیزهایی ما رو تهدید میکنه. اگر او در واقع خلعها و او در واقع پاشنه آشیل ها رو درست بشناسیم، میتونیم از این آسیب ها برحذر باشیم. دو تا دشمن بزرگ و بلکه بیشتر داره تفکر خلاق و نقادانه. یکی این، یکی خواندن و نوشتن منفعلان است. یعنی هر چیزی که به ما دیکته میشه ما اور بخونیم. ببینید، ما در دعا هم داریم دیگه، اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا من به تو پناه میبرم از علمی که فایده نداره، استفاده برام نداره. بله، بسیاری از مطالب ما نباید بشنویم. ببینید، چشم و گوش ما پنجره عقل و قلب ماست. نباید اجازه بدیم هر چیزی را
و از طریق پنجره چشم وارد بشه و از طریق پنجره گوش. لذاست که قرآن میگه قل للمؤمنون یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چشم پوشی کنن. این چشم پوشی کردن به معنای ندیدن نیست، ممکنه ما یک چیزی رو ببینیم اما او ذهن و ضمیر ما رو اشغال نکنه، و اگر تفکر انتقادی و خلاق داشته باشیم میتونیم مدیریت کنیم اطلاعات خود. نتیجه این که به اصطلاح خواندن و شنیدن منفعلان داشته باشیم، به اصطلاح میگن آقا کسی که هر چیزی را منفعلانه میخواند، هر چیزی را منفعلانه مینویسد، اینه که دارای ذهن اسفنجی میشه. اسفنج ببینین وقتی که آب میریزین آب جذب میکنه، اصلا هیچ دافعه‌ای نداره، هر اطلاعاتی که به او داده میشه میپذیره. همون نکته‌ای که شما اول برنامه فرمودین، ما تعبیری داریم در تعبیر عوامانه مردم هرات، میگه که تو بگو جل جلام، میگم نام خدا. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا هر چی که تو دنبالت میدوم دیگه، من دنبال تو میدوم. ببینین این تفکر خلاقانه چون این مسئله ای نیست. ذهن اسفنجی ذهنی است که با هیچ چیزی مخالفت نمیکنه. لا اله الا الله و لا اله الا الله، مذبذبین بین ذلک، مذبذب است. یعنی هر کسی اگر بگیر امروز روزه، میگه بله روزه، اگر بگیم شبه، میگه شبه. یک چون این آدمی منفعل است و اصلا تفکر خلاق، اصلا تفکر نداره. چون فکر چیه؟ الفکر حرکت من المبادی و من مبادی الى المرادی. فکر قدرت تحلیل. دشمن دوم این به اصطلاح تفکر انتقادی، مخالفت های در واقع کورکورانه بدون دلیل با هر پدیده تازه و جدید است. یک عده از آدم ها هستن هر چیزی که جدیده به اون مخالفت میکنن. آقا گوشی یک چیز جدید است، هیچ انفعالی ندارن، هیچ پذیرشی ندارن، دقیقا در مقابل هر چیزی گارد میگیرن، جمود دارن. این هم دشمن تفکر خلاق هست. یعنی ببینید تعصب داشتن، مولانا میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. جنین تا وقتی که در رحم مادر خون می آشامه، وقتی که در یک محیط بازتر میاد میفهمه که غیر از خون خوردنی های دیگری هم هست. دشمن بعدی تفکر خلاق اخبار شبه علمی است، توهم آگاهی، اطلاعاتی که در فضای مجازی میاد در واقع دوم خروس نشان میده، بقیه قسمت ها نشان نمیده. مثلا خیلی کوتاه اشاره میکنم، در قرآن آیه داریم که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خب در اوائل اسلام مشروب میخوردن میامدن نماز هم میخوندن، آیه آمد که در حالی که مست هستین نماز نخونین. اگر کسی اینجا لا تقربوا الصلاة بیاره، انتم سکارا نیاره، معنیش اینه که آقا قرآن میگه نماز نخونید، در حالی که قرآن ابدا چون این حرفی نمیزنه. و نکته بعدی پیشفرض‌های مشکوک. این که عرض کردم ما با پیشفرض، با ذهنیت سیاه و سفید وارد مسائل بشیم، اینم دشمن تفکر انتقادی است. و آخرین نکته تبلیغات عوام فریبانه. تبلیغات فراوانی که در دنیای امروز وجود داره و ما رو در واقع دعوت میکنه به تقلید کورکورانه، همون تقلیدی که اینجا باید عرض کنیم که تقلید در فروعات دین کاملا مبنای علمی و تحقیقی و عقلایی داره. تقلید اینجا منظور تقلید در امور سیاسی و در امور اعتقادی و در امور اخلاقی است. گفت خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دوست لعنت بر این تقلید باد. لذا قرآن میگه که در مورد منافقین میگه این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. منافقین دنبال زن و گمان بودن، دنبال علم و یقین نبودن، و زن و گمان انسان را به حقیقت نمیرساند. بسیار سپاسگزار هستیم. باز هم میریم و یک میان برنامه را میبینیم و ادامه بحث در خدمت شما هستیم. مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی با شما خوبان هست. این شماره ای که اعلام کردم و در روی صفحات گیرنده شما هم حک شده،
شماره پیامگیر ما در واتساپ و تلگرام هست که شما میتونید ویدیوها و صداهایتان برای ما بفرستید، با ما مرتبط شوید. اجازه بدین که بر رسم سپاس دو تا از بینندگان عزیزی را که با ما تماس گرفتن یا صدای نازنینشون را فرستادن شماره شما بخوانم. مثبت 93-77 چهار رقم آخر 70-41 تماس گرفته و تشکر کرده. ما از شما سپاسگزار هستیم که تلویزیون جهانی هادی و برنامه های تلویزیون برای تماشا انتخاب کردید. امیدواریم که برای شما سودمند باشه. همینطور بیننده عزیز و نازنین دیگه با پیش شماره مثبت 92-316-4 رقم آخر 66-88 هم در تماس شده و سوال شرعی پرسیده که به خصوصی به ایشان جواب داده شده. شما هم هر نوع سوالی، پیشنهادی، انتقادی دارین گوشیتون رو بردارین و از طریق همین پل ارتباطی با ما مرتبط شوین. برمیگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. خب او سوال ما که در پارت دوم پرسیدم ناتمام ماند و مقدمه شما این مقدار طولانی شد. ما آمدیم در اینجا تا اینجا گفتیم که تفکر انتقادی یا تفکر خلاق و سازنده چیست، چی ویژگی هایی داره و چی دشمنایی داره، اگر کسی فاقد این توانایی باشه چه مشکلات ممکنه برایش ایجاد شود. یک سری صحبت هایی در این قسمت شد. خب بحث ما این هست، تعلیم و تربیت و رشد تفکر سازنده. خب تعلیم و تربیت چی نقش داره در اینکه ما انسان ها را، جامعه را با همی ویژگی و همی توانایی پرورش بده؟ بله، اگر تعلیم و تربیت سازنده، خلاق، مبتکرانه، بله، و در واقع تقویت کننده قدرت خرد و اندیشه انسان باشه، انسان را از حالت یک شیء جامد، از شیء بودن در میاره و تبدیل میکنه به شخص. شخص یعنی پرسونال، دارای اندیشه است، دارای اراده است، دارای امیال هست، بله، قدرت انتخاب داره و کاملا منفعل نیست. ببینید در روش‌های جدید آموزشی و تربیتی میگن که یک مربی خوب مربی نیست که متکلم وحده باشه. مربی خوب مربی هست که صرفاً نظارت بکنه بر در واقع شکوفا شدن استعدادهای متربی. به تعبیر دیگه معلم خوب معلمی نیست که در کلاس صرفاً اطلاعات به ذهن متعلم و محصل فرو بکنه و اونا رو مجبور بکنه به حفظ کردن. بله. یک معلم خوب قدرت اندیشیدن، قدرت تفکر، قدرت تحلیل و استدلال در محصلین و دانش آموزان خود تقویت میکنه و اونها رو با مسائل چالشی مواجه میکنه تا اینا خودشون بتونن حل مسئله بکنن. همینجا جناب دکتر توکلی، اگر ما یک مقدار درنگ بکنیم و یک نگاهی به سیستم آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور خودمان بیافکنیم، البته کشورهای اطراف هم جا تعریفی نداره، کلا جهان سوم این مشکل رو داره، اصلا تعریفشون از سواد تعریف اشتباهی هست. بله. تعریفشون از دانش آموز و شاگرد زرنگ و باهوش ایه که ای یعنی قدرت حفظیاتش بیشتر باشه. بله. توتیوار مثلا اون کتاب حفظ کنه، اشعارش حفظ کنه و از او اصلا نمیخواهی که تو تحلیل کنی. بله. حتی بعضی از معلمین هم ممکنه خودشون به اون مرحله نرسیده باشه. ما با چه مشکلی مواجه هستیم؟ دقیقاً. ببینین اصلا ما فکر میکنیم که دانش آموز و محصل یک نوار ضبط صوت است که باید هرچی که ما میگیم یک طرفه او بشنوه و اطاعت بکنه و صرفا حفظ بکنه. این کاملا غلطه. غلطترین نوع آموزش و تعلیم و تربیت هست، در حالی که ما باید مثل یک باغبان باشیم. ببینید یک باغبان چیکار میکنه؟ شرایط رشد گل آماده میکنه، شرایط رشد درخت آماده میکنه، چیزی بر او تحمیل نمیکنه. معلم خوب و مربی خوب کسی است که استعدادهای متربی رو خوب میشناسه. بله. و فضا و زمینه رو آماده میکنه برای رشد استعداد، و این رشد استعداد با زور و با اجبار ممکن نیست. و این لازمش است که فعلا سیستم
مدارس و مکاتب ما معلم محوری هست، ولی اینکه کاملا برعکس غلطه. باید شوه، بله. یعنی شاگرد محور و متعلم محور شوه. بله. برای باغبان گیاه محور هست. بله. بله دقیقاً. این است که اون گیاهی را که پرورش میده، هم از درخت و هم گل، او چیزایی را لازم داره. بله. چه آب و هوایی را لازم داره، چه غذایی را لازم داره. دقیقاً مثالی که زدم منظورم همین بود که اصلا بله. ببینید در اینجا باغبان خادم گله، گل خادم باغبان نیست. ما باید خودخور خادم محصلین، پدر مادر باید خودخور خادم فرزندان بدونن، نه مولا و حاکم اونها و یک موجودی که همه چیز بر در واقع متربیان تحمیل میکنن. ببینید نه. اصلا تعلیم و تربیت با تحمیل در واقع محقق نمیشه و لذاست که بعد از 10-12 سال درس خواندن متربیان ما، محصلان ما، دانش آموزان ما موجودات افسرده، کسل، بدون خلاقیت و پر از محفوظات میشن. این محفوظات به هیچ دردی از زندگی بعد اونها نمیخوره. از یادشون میره چون کاربردی نیست. و بسیاری از اطلاعاتی که ما میدیم اطلاعاتی است که به درد زندگی نمیخوره. ما باید مهارت‌های زندگی کردن و حل مسئله رو یاد بدیم به دانش آموز. پدر مادر باید مهارت‌های حل مشکل به در واقع فرزندان خو یاد بدن. اگر اجازه باشه من چند تا از خصوصیات تفکر انتقادی باز اینجا عرض کنم. ببینید تفکر انتقادی توانایی، یکیش توانایی های شناختی است. ما در جلسه بعد ایش هم بگید که خب تعلیم و تربیت چه قسمی این ویژگی رو ایجاد کنه. دقیقاً این بخشش هم اشاره بفرمایید تا بحث بله. ما کامل‌تر شود. بله ببینید ما بسیار از اوقات تحت تاثیر خطاهای شناختی، ما در جلسه بعد درباره خطاهای شناختی بحث میکنیم. درست. شما ببینید چشم ما خطا میکنه، گوش ما خطا میکنه و احساسات ما هم دچار خطا میشه. خب خطاهای چشمی و شنیدنید که همه شنیدن، وقت بینندگان نمیگیریم. بله. ما تحت تأثیر اطلاعاتی هستیم، طرحواره‌هایی هستیم که به ما داده شده. ما در واقع سیر باطل و در واقع تسلسل باطل داریم دائما تکرار میکنیم. من اگر بخوام خیلی ملموستر و عینیتر صحبت بکنم، اندیشمندان علوم تربیتی میگن که پدر و مادری که محبت ندیدند، اینها نمیتونن به فرزندان خود محبت در واقع بیاموزن و به اونها محبت اهدا بکنن. ذات نایافته هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. بله. باید اینا رو آگاه بکنیم که آقا حقیقت تربیت محبت است. شما با زور نمیتونید عبودیت در وجود ای ایجاد بکنید. با زور نمیتونید صداقت، راستگویی، امانت داری در او ایجاد بکنید. پیامبرش میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولك. از پیامبر که برتر و بالاتر نیستن. این نکته اول. پس ببینید توانایی های شناختی ما باید تقویت بشه که ما عرض کردیم در جلسه بعد مفصل توی زمینه بحث میکنیم. باید خطاهای شناختی بشناسیم تا بعد بدونیم توانایی های شناختی چیه. یک، بعد عاطفی و تمایلی ما. ما از کودکی با یک سری تمایلات و در واقع علاقه ها و نفرت هایی بزرگ شدیم. بسیاری از این علاقه ها و نفرت های ما غلطه. ما باید بدونیم که آقای فرزند ما ممکن از اون لباسی که من مثلا از اون رنگی که بهش علاقه دارم این علاقه نداشته باشه، از اون محیطی که من در او بودم این ممکنه به اون محیط علاقه نداشته باشه. توانایی های هر فرد متناسب با او باید بشناسیم. بله. برای اینکه باز بیشتر بحث بکنیم، ببینید ما باید قدرت تفسیر مطالب، یعنی خوب دیدن و خوب شنیدن به بچه، به دانش آموز، به محصل یاد بدیم. اینکه بتونه یک پدیده رو خوب ببینه و خوب تفسیر بکنه، برداشت خود از این پدیده بیان بکنه. بسیاری از معلم ها سر کلاس خود اینا متن میخونن، خود اینا ترجمه میکنن. مگه اوقات سر کلاس میگه معلم سخنران نیست، معلم خطیب نیست، معلم قاضی نیست، معلم معلمه. معلم باید یک فضای را آماده بکنه تا محصل خودش به این نتیجه برسه که از این درس چه برداشتی میتونه بکنه. ما اینا متاسفانه تمرین نکردیم. ما محتاج تمرین این روش ها هستیم. نکته بعدی تحلیله. کسی که داره تفکر انتقادی است میتونه تحلیل بکنه، یعنی نقاط ضعف و نقاط برجسته هر چیزی درست بشناسه. بحث بعدی ارزشیابی است. یه ارزشیابی یعنی ارزش گذاری. میتونه دقیقاً ارزش هر پدیده به درستی مشخص بکنه. مثلا اگر شما یک محصل خوبی که کشاورزی میخونه ببرید به یک مثلا باغ گل و گیاه،
میتونه دقیقا بگه که آقا این گلی که بهاری هست کدوم گله، گل تابستان، گل پاییزه، گل زمستان، و بعد کدومی که از اینها بیشتر آب میخوره، کدوم گل گل آپارتمان نیست، ماندگاری اونها چقدر هست، نقطه ضعفش کجاست، اینا رو باید بتونه تحلیل بکنه. و اینهاست کی محقق میشه؟ وقتی که ما به او اجازه تمرین و خطا کردن بدیم. ببینید پدر و مادرها و مربیان کمالجو و ایدئال طلب و اقتدارگرا بزرگترین خیانت در حق دانش آموزان، متربیان و محصلان میکنن. اینا میخوان که این دانش آموز بدون این که فضا و زمینه ای برای خطا کردن، تجربه کردن و آموختن و برگشتن و دوباره تصحیح کردن داشته باشن، از ابتدا همه چیز کاملا درست و به جا و منطقی انجام بدن، در حالی که اصلا وجود انسان یک چنین وجودی نیست. ما تجربه وقتی که میآموزیم با آزمایش کردن، با خطا کردن میآموزیم. پدر و مادرهای عزیز از خطا کردن بچه بر نیاشوبن، اجازه بدن که بچه در محیط خانه گلبازی بکنه، اجازه بدن که یک وسیله بتونه در حدی که مثلا خیلی ضرر مالی به خانواده نزنه بتونه بازو بسته بکنه، گاهی اوقات اشتباه بکنه، گاهی اوقات برگرده به عقب، گاهی اوقات از اطلاعات شما استفاده بکنه. یک وسیله بازی می‌خریم برای بچه، اجازه نمیدیم که دست به سیاه و سفیدش بزنه. خب این تفکر انتقادی و خلاق در او رشد نمیکنه. و بعد نکته بعدی اینه که ببینید شما وقتی یک مهارت مثلا قالیبافیر بافندگیر به یک شخص یاد میدین، باید احتمال خطا کردن در او بدین. اگر فکر کنین که از ابتدا او مثل یک استادکار تمام کار و زبردست میتونه در واقع نتیجه بگیره، این فکر اشتباهی است. بحث بعدی استنباطه. دقیقه پایانی برنامه ما هست، اگر مختصر بفرمایید. خیلی کوتاه عرض میکنم. استنباط، این که بتونه تحلیل بکنه و در واقع نظر خود خور بگه. استنباط اینه که در واقع نظریات دیگران جایگاه هر کدوم از نظریات بررسی بکنه، بگه این نظر این خوبی داشت، این نقطه ضعف داشت، و بعد نظر خودش بده. این خیلی مهمه. استنباط یعنی در واقع استخراج اون در واقع قوه درونی، در واقع فاهمه خود خور به کار بندازه و نظر خود خور بیان بکنه. نکته آخر توضیح دادن هست. و آخرین مسئله خودتنظیمی است که من در حد چند ثانیه عرض میکنم. خودتنظیمی یعنی تجدید نظر و بررسی چگونگی فرایند انجام کار، برگشتن به عقب و یک قدم جلو گذاشتن و تحلیل کردن، و در نقطه آخر خودش بودن. این که ما اجازه بدیم انسانها خودشون باشن و اونها رو مجبور نکنیم به این که مثل ما بیاندیشن، مثل سلیقه اونها مثل ما باشد، دنیا را از زاویه دید ما و با عینک دید ما ببینن. بسیار سپاسگزار هستم. همینطور از شما بینندگان عزیز و گرامی هم بسیار بسیار تشکر میکنم که با حوصله‌مندی تا پایان برنامه با ما بودید. همراه کارشناس محترم شب خوب و خوش و آرام رو برایتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.